همجوشی هسته‌ای تا دهه‌ها یک امید واهی بوده و همیشه 20 سال از ما فاصله داشته است. به راحتی می‌توانیم از این فناوری خسته شویم و آن را غیر ممکن بخوانیم. به خصوص زمانی که شکافت هسته‌ای از قبل وجود داشته باشد ولی از آن استفاده کافی نشود. اما امیدوارم تا پایان این ویدیو بتوانم این احساس را تغییر دهم و شما را به اندازه خودم درباره پتانسیل این فناوری هیجان زده کنم. اگر ما به عنوان یک تمدن این تفکر را از بین ببریم و یک نیروگاه همجوشی هسته‌ای مقرون به صرفه ابداع کنیم، چهره ی جامعه کاملا متحول می شود. سوخت پاک و ایمن به هر کشوری در جهان امکان بهره‌وری از این فناوری را می دهد. همچنین باعث استقلال کشورها در بحث انرژی می شود و از بسیاری از درگیری‌ها در سراسر جهان جلوگیری می کند، زیرا جنگ‌های ما بر سر انرژی است. سوخت ارزان، قابل اعتماد و وافر پایه و اساس هر جامعه بی‌نقص است. علاوه بر این که مشکلاتمان با تغییرات اقلیمی را حل می کند، به ما اجازه می دهد تا صنایعی مانند فولاد را الکتریکی کنیم. می توانیم صنایع جدیدی مانند صنعت نمک‌زدایی آب ایجاد کنیم که قبلا به خاطر هزینه‌های سوختی متوقف شدند. با این سوخت می توانیم که زمین‌هایمان را با آبی کاملا زلال و پاک آبیاری کرده و زمین‌های خشک را به مراتعی حاصلخیز و بارور تبدیل کنیم. این سوخت پاک نویدبخش عصر فراوانی و آینده ای ایمن و آرمانی است که دهه‌ها آرزوی آن را داشتیم. آزمایش‌های همجوشی هسته‌ای از همان سال‌های اولیه جنگ سرد به جریان افتاد. با روشن شدن اولین ژنراتورها در دهه 50 در اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، شوروی در طرحی به نام توکاماک به مشکل خورد، در حالی که آمریکایی‌ها از روشی متفاوت‌تر به نام استلریتور استفاده می‌کردند. هر دو طرح سعی در حل یک مشکل دارند. همجوشی چندان پیچیده نیست. می‌توانیم با ترکیب عناصر کوچکتر عناصر جدیدی بسازیم و طی این فرایند انرژی زیادی آزاد کنیم. اما برای ترکیب موفقیت‌آمیز عناصر باید بر دافعه الکترومغناطیسی غلبه کنیم. مثل نزدیک کردن دو قطب همنام آهنربا، اتم‌ها نیز یکدیگر را دفع می‌کنند. برای اینکه آنها را به یکدیگر نزدیک کنیم، باید مقدار زیادی انرژی صرف کنیم. اما اینطور نیست که دو اتم را بگیریم و آنها را مانند آهنربا به هم فشار دهیم. بلکه باید پلاسما ایجاد کنیم. ابری از یون‌های باردار که به لطف باران‌ها می‌توانیم توسط یک میدان مغناطیسی آنها را دستکاری کنیم. سپس می‌توانیم پلاسما را در یک میدان مغناطیسی محدود کنیم که از برخورد یون‌ها به دیواره‌های مولد همجوشی جلوگیری کند. به تدریج دمای آن را بالا می‌بریم تا در آن صورت هر ماده جامد در جهان را ذوب کند. افزایش دمای پلاسما باعث می‌شود یون‌ها سریع و سریع‌تر حرکت کنند. انرژی جنبشی بالای یون باعث می شود که سرعت آنها به تنهایی از دافعه الکترومغناطیسی عبور کرده و با هم برخورد کنند. هر دو طرح توکاماک و استلریتور برای دستیابی به همجوشی از روش های کمی متفاوت برای محصور کردن میدان مغناطیسی آهنربای عظیم استفاده می کنند. طرح توکاماک در سال 1968 در نتیجه انتشار اطلاعاتی از شوروی که جهش فوق‌العاده‌ای در بهره‌وری انرژی داشت به طرح پیشرو تبدیل شد. با این حال در هر دو طرح از سوخت‌های یکسان و واکنش دهنده‌های مشابهی استفاده می‌کنیم که تأثیر زیادی بر میزان انرژی ورودی و محصول خروجی دارد. در بیشتر واکنش‌ها از دو ایزوتوپ هیدروژن استفاده می‌کنند. هیدروژن معمولی دارای یک پروتون در هسته و یک الکترون در مدارش است. می توانیم با این نوع هیدروژن هم جوشی انجام دهیم، ولی انرژی حاصل از آن بسیار کم است. در عوض دوتریوم و تریتیوم را با هم ترکیب می کنیم، زیرا برخلاف هیدروژن معمولی که یک الکترون و یک پروتون دارد و نوترونی ندارد، دوتریوم یک پروتون، یک الکترون و یک نوترون دارد و تریتیوم یک پروتون، یک الکترون و دو نوترون دارد. این ترکیب به چند دلیل استفاده می شود. اولا احتمال اینکه نتیجه دلخواهمان را بگیریم بیشتر است. ثانیا در واکنش‌های دیگر مانند واکنش معمولی هیدروژن هیدروژن احتمال تشکیل هلیوم بسیار بالاست که عنصری ناپایدار است و بلافاصله دوباره به دو هیدروژن معمولی تجزیه می‌شود و انرژی بسیار کمی ساطع می‌کند. احتمال ترکیب شدن آنها و تشکیل دوتریوم خیلی کم است. واکنشی که ما واقعا می‌خواهیم واکنشی است که هلیوم 3 و در نهایت هلیوم 4 تشکیل بدهد. این واکنش زنجیره‌ای در خورشید نیز اتفاق می‌افتد،
اما خورشید دارای ذرات غیر قابل اندازه‌گیری است که این مسئله به موضوع ما ربطی ندارد. برای ایجاد شرایط مناسب با همجوشی به گرانش مخربی نیز نیاز داریم. ما باید ذرات و انرژی لازم برای ترکیب آنها را خودمان تأمین کنیم. و اگر نتوانیم به اندازه انرژی ورودی از واکنش انرژی بگیریم، این کار فقط یک آزمایش علمی بوده، نه ساخت یک منبع انرژی. ما بسیاری از واکنش‌های همجوشی را با موفقیت انجام داده‌ایم. من اخیراً هنگام بازدید از مرکز تحقیقاتی هلیون شاهد نشانه‌هایی از انجام همجوشی بودم. اکنون که ما به طور کامل روش انجام همجوشی را می‌دانیم، مشکلی که درگیر آن هستیم کاهش انرژی ورودی مورد نیاز برای این کار و در این حال به حد اکثر رساندن انرژی استخراجی از آن است. در اینجا دوتریوم و تریتیوم وارد کار می شوند. وقتی این دو با هم ترکیب شوند، به احتمال بسیار زیاد هلیوم 4 را می سازند. به طور متوسط در هر واکنش همجوشی 17.6 مگا الکترون ولت انرژی آزاد می کنند. در مقایسه اورانیوم 235 در هر واکنش 11.4 برابر این انرژی را تولید می کند. اما بر اساس جرم ذرات، واکنش همجوشی دوتریوم تریتیوم بیش از 4 بیشتر از همجوشی اورانیوم انرژی آزاد می کند و هیچ محصول رادیواکتیو خطرناکی تولید نمی کند. هلیوم یک محصول جانبی بسیار مفید است. از آن برای خنک کردن آهنرباهای عظیم دستگاه MRI، پر کردن مخازن موشک پس از جدا شدن موتور پیشران آنها جهت جلوگیری از انفجار و گاهی اوقات هم برای تبدیل صدای شما به یک صدای کارتونی استفاده می شود. در نهایت گاز روزی تمام می شود. پس داشتن راهی برای بازیابی آن پشتیبان خوبی خواهد بود. دوتریوم در زمین نسبتاً رایج است و به طور طبیعی در آب دریا یافت می شود. دوتریوم حدود 0.02% از هیدروژن آب دریا را تشکیل می دهد و از آنجا که دارای یک نوترون اضافی است، مولکول آب را سنگین تر می کند. به همین سبب به آب سنگین معروف است. با این تفاوت آب سنگین می توانیم آن را از طریق روش تقطیر جدا کنیم و از نقطه جوش بالاتر آن نسبت به آب معمولی استفاده ببریم. در حالی که در روش سولفیدی آب سنگین را از طریق واکنش‌های شیمیایی از آب معمولی جدا می‌کنیم. به سادگی می‌توانیم آب سنگین را الکترولیز کنیم تا دوتریوم آن جدا شود. با این حال، یکی از مشکلات همجوشی هسته‌ای کمیاب بودن تریتیوم است. منبع اصلی تریتیوم حوضچه‌های تعدیل کننده راکتور هسته‌ای است که اغلب با آب سنگین پر می‌شوند. این حوضچه‌ها برای جذب نوترون‌های پر انرژی تولیدی در طول واکنش طراحی شدند که با انجام این کار به تریتیوم هیدروژنی با دو نوترون تبدیل می‌شوند. این منبع تریتیوم در حال کاهش است، زیرا نیروگاه‌های هسته‌ای به دلیل رقابت با ابزار ارزان‌تر در تولید برق به تدریج در سراسر جهان تعطیل شدند. در حال حاضر کل ذخایر جهانی تریتیوم 20 کیلوگرم تخمین زده می‌شود که با در نظر گرفتن برنامه ما چندان زیاد نیست. جنراتور همجوشی با بودجه بین المللی فرانسه تخمین میزند که راکتورهای تجاری روزانه برای تولید 800 مگاوات برق تنها به 300 گرم تریتیوم نیاز دارند. یعنی کل ذخیره جهانی تریتیوم را در کمتر از 2 ماه مصرف میکنیم. 800 مگاوات تنها برای 2% از میزان اوج مصرف برق فرانسه کافی است. حتی اگر تامین تریتیوم را از راکتورهای همجوشی هسته‌ای ادامه دهیم، آنها سالانه تنها حدود 100 گرم تریتیوم تولید می‌کنند. این یک مشکل بزرگ است. اما راه حلی در ذهن داریم. می‌توانیم از نوترون‌های پر انرژی که از واکنش‌های همجوشی تولید می‌شوند، برای انجام کمی جادوگری استفاده کنیم. هنگامی که نوترون‌های پر انرژی با لیتیوم مواجه می‌شوند، می‌توانند لیتیوم را به تریتیوم و هلیوم تبدیل کنند. این کار در ساختاری به نام بلانکت در اطراف محفظه همجوشی انجام می شود. طراحی این ساختار یکی از چالش برانگیزترین بخش های جنراتور توکاماک است. بیش از 180 نوع طراحی از این ساختار آزمایش خواهد شد تا فضاهای داخلی دوناتی شکل را بپوشاند. زیرا بلانکت بیشتر از تولید تریتیوم نیاز به انجام کارهای بسیاری دارد. همچنین اینجا جایی است که انرژی واکنش به گرما تبدیل می شود. 80% از انرژی یک واکنش همجوشی تریتیوم دوتریوم توسط نوترون های پر انرژی به انرژی جنبشی تبدیل می شود. ما به روشی نیاز داریم تا این انرژی را به الکتریسیته تبدیل کنیم. حین شدت گرفتن واکنش همجوشی در مرکز پلاسمای محصور مغناطیسی، نوترون ها بدون تأثیر از این میدان به خاطر بار خنثی‌شان خارج می شود.
توکاماک در بلانکت انرژی این ذرات ریز را با کاهش سرعت آنها مبدل می کند. یعنی انرژی جنبشی نوترون ها با انرژی گرمایی اتم های موجود مبادله می شود. سپس این انرژی گرمایی توسط آبی با فشار بالا که از طریق کانال های خنک کننده پمپاژ می شوند جذب شده و به بخار آب فشار بالا تبدیل می شود تا توربین بخار را به حرکت درآورد. این روش تولید الکتریسیته به ماده‌ای با خواص منحصر به فرد نیاز دارد. ابتدا به منظور بهینه‌سازی گرمایش و تولید تریتیوم نیاز داریم که ماده افزاینده ی نوترون باشد. می‌خواهیم هنگامی که نوترون پر انرژی حاصل از واکنش وارد دیواره بلانکت می‌شود، به یک اتم برخورد و دو نوترون آزاد کند. ایجاد یک نوترون اضافی باعث تولید گرما و البته تریتیوم می‌شود. عنصر بریلیوم در حال حاضر گزینه اصلی این طرح است. هنگامی که نوترون به آن برخورد می کند، دو اتم هلیوم 4 و دو نوترون آزاد می شوند. بریلیوم همان ماده ای است که برای آینه های تلسکوپ جیمز وب استفاده شد. و ماده انتخابی ما نیز هست، زیرا محصول جانبی هلیوم پلاسما را آلوده نمی کند و البته کمی تریتیوم را در خود نگه می دارد. تریتیوم به طور طبیعی باید از حالت فلز خارج شود، زیرا باید گاز را جمع‌آوری کنیم تا دوباره سوخت خود را بازیابیم. به علاوه تریتیوم مانند هیدروژن معمولی قابل انفجار است. با این حال بریلیوم هم دردسرهای خودش را دارد. ابتدا مقدار زیادی بریلیوم و یک راکتور همجوشی تجاری نیاز است. طرح‌های کنونی به جرمی ما بین 216 تا 560 تن نیاز دارد. این یک مسئله مهم است، زیرا بریلیوم به دلیل کمیاب بودن بسیار گران است. عرضه جهانی سالانه در سال گذشته تنها 260 تن بوده است. کل عرضه جهانی بریلیوم فقط برای کارکرد یک جنراتور کافی است. مسئله بعد ایمنی است. بریلیوم می تواند حاوی مقادیر زیادی اورانیوم باشد. ماژول بلانکت بریلیوم چین به میزان 100 قسمت در 1 میلیون اورانیوم دارد. بنابراین یک صدم از حجم بلانکت حاوی اورانیوم است. این مسئله برای اکثر اجزایی که از بریلیوم ساخته می شوند صدق نمی کند. مانند پیستون های موتور آلومینیومی بریلیومی که در فرمول 1 در سال 2001 ممنوع شد. اما زمانی که اورانیوم در معرض نوترون های پر انرژی قرار می گیرد، این مسئله به مشکل بزرگتری تبدیل می شود. همان نوترون هایی که اورانیوم را برای راکتورهای شکافت هسته ای می شکنند. این امر ایزوتوپ های شکافت پذیر ایجاد می کند، یا به عبارت دیگر بریلیوم را رادیواکتیو می کند. اگر در مقیاس تجاری بریلیوم در راکتور همجوشی 30 قسمت در میلیون اورانیوم داشته باشد، بدین معنی است که ما 17 کیلوگرم اورانیوم طبیعی و 123 گرم اورانیوم 235 داریم، همان که برای راکتورهای هسته ای نیاز است. محصولات جانبی این اورانیوم دفع مواد زاید بلانکت در پایان عمر جنراتور را بسیار دشوار می کند. همه اینها به یک مشکل عمده اشاره می کند که من در راکتورهای همجوشی توکاماک می بینم. حتی اگر بتوانیم به تولید انرژی خالص برسیم، این جنراتورها مشکل بزرگ کاهش هزینه انرژی هسته‌ای را حل نمی کند. انرژی شکافت هسته‌ای یک فناوری شگفت‌انگیز طی قرن گذشته است که مژده انرژی پاک و فراوانی را به ما می‌دهد. فناوری که تا دو قرن پیش، زمانی که برای اولین بار وجود اتم را کشف کردیم، در خواب هم نمی‌دیدیم. بله، ما دقیقاً زمانی که به انرژی پاک بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم، در حال تعطیل کردن راکتورهای شکافت هسته‌ای در سراسر جهان هستیم، چون مقرون به صرفه نیست. هزینه ساخت یک راکتور شکافت هسته‌ای و مقابله با محصولات جانبی رادیواکتیو آن عامل اصلی غیر اقتصادی بودن این انرژی هستند. و راکتورهای توکاماک نیز مستقیما در حال پیشروی به سمت همان مشکلات اقتصادی هستند. با این حال یک شرکت کار متفاوت تری انجام میدهد، هلیان، که برای مشاهده راکتورها و مصاحبه با دیوید کرتلی مدیر اجرایی ارشد آنها از آنجا بازدید کردم. آنها در تحقیقات گداخته هسته‌ای کارها را کاملا متفاوت با دیگران انجام میدند. آنها دست از جذب انرژی از طریق بخار کشیدند و دیگر نیازی به بلانکت‌های گران قیمت بریلیومی ندارند. آنها در حال توسعه روشی برای تولید سوخت هستند که نیازی به لیتیوم ندارد و در عوض از دوتریوم ارزان و حاصل از همجوشی برای تولید آن استفاده میکنند. و برای دستیابی به دمای مناسب همجوشی هسته‌ای از یک روش کاملا متفاوت جهت محصور کردن میدان مغناطیسی استفاده می کنند.